اگه بهت بگم که تو دل بعضی سنگ ها قطره ای از آب وجود داره که مال دوران دایناسور هاست، باور میکنی؟ قطره ای که میلیون ها سال زندانیه داخل یک سنگ خاموش که بالاخره کشف میشه. اسم این شگفتی عقیق آب داره یا اینهیدرو. فکر میکنی این قطره آب چند سالشه؟ نه 100 سال، نه 1000 سال، بلکه میلیون ها سال تو دل این سنگ زندانی شده. به این سنگ عجیب میگن عقیق آبدار و چیزی درونش پنهانه که دانشمندا هم ازش شگفت زده شدن. واژه این هیدرو از ترکیب دو واژه یونانی گرفته شده. این به معنی درون و هیدرو به معنی آب، یعنی آب درون شده یا درون آبدار. بنابراین واژه این هیدرو به اصطلاح یعنی آبی که درون چیزی قرار داره. در زمین شناسی این هیدرو به سنگهایی مانند عقیق یا کوارتز گفته میشه که درون آنها حباب یا قطراتی از آب محبوس شده. این آبها معمولاً میلیون‌ها سال پیش هنگام شگیری سنگها به دام افتاده و در یک فضایی بسته باقی مونده. میلیون ها سال پیش وقتی هنوز دایناسورها روی زمین می دویدن و قاره ها در حال شکل گیری بودن، آتش فشان ها فعال بودن و لایه های زمین از اعماق بالا می زدن. در دل سنگ های آتش فشانی در یک لحظه خاص یک حفره ریز پر از آب می شد. وقتی که سنگ ها در اعماق زمین تشکیل می شدن، بعضی وقتها آب محبوس می شد به دلیل سرد شدن آهسته مواد مذاب یا فشار زیاد. این حباب ها آب بین لایه های سیلیکات باقی می موندن. بعضی ها معتقدن این قطره های آب درون سنگ ها مال دوران دایناسور هاست که باقی مونده. حرکت این قطره در یک فضای کوچک شفاف که یا عقیق یا کوارتز اون رو به یک اثر هنری طبیعی تبدیل کرده. دانشمندان با بررسی این آب به ترکیب شیمیایی جو زمین در گذشته پی بردن. این قطره مثل یک کپسول زمانه. حباب‌های هوا، میکروارگانیسم‌ها و حتی ترکیبات سولفوری داخل میتونه اسرار گذشته رو فاش کنه. معمولاً ارزش این سنگ‌های این هیدرو یا همان سنگ‌های آبدار بستگی به ابعاد شکل ظاهری آن دارد. قیمت‌های این کارها از 1 میلیون شروع میشه و تا چند صد میلیون هم قیمت گذاری شده. در بعضی فرهنگ‌ها عقیق آبدار نماد خلوص و ابدیته. مردم بومی معتقد بودن این سنگ روح باران رو در خودش نگه می‌داره. برخی سنگ درمانگراها هم معتقدن این هیدرو یا سنگ آبدار باعث شفافیت ذهن و آرامش درونیه. اما از نظر علمی هنوز بسیاری از این رازهای سنگ ناشناخته مانده. معمولاً این هیدرو یا همان سنگ آبدار در مناطق آتشفشانی قدیمی پیدا میشه. خود من شخصاً در بعضی مواقع سنگ هایی که از معدن میاریم، لابلای تراش هایی که در درون سنگ انجام میدیم، ممکنه گاهی اوقات این پدیده پیدا بشه. نکته جالب این که آبی که داخل عقیق این هیدرو گیر افتاده معمولاً بسیار خالصه، چون توسط پوسته سنگی کاملاً محافظت شده و آلودگی‌های محیطی بهش نفوذ نکردن. همانطور که گفتم
سنگ‌های آبدار فراتر از علم هستند. این سنگ‌ها راز و افسانه‌هایی را با خود همراه دارند. برخی فرهنگ‌ها عقیق آبدار را نماد جاودانگی یا روح باران می‌دانند. در سنگ درمانی این هیدرو برای پاکسازی درون و افزایش تمرکز استفاده میشه. برخی معتقدند صدای حرکت قطره آب درون آن آرامش بخش روح هست. ولی در بازار نمونه های تقلبی هم بسیار بسیار زیاده. سنگ هایی که سوراخ شده و با سرنگ آب به داخل این سنگ ها تزریق شده. اس بودن عقیق آبدار رو میتونید با بررسی حرکات طبیعی آب داخل سنگ و نبود ترک سطحی تشخیص داد. از نظر ظاهری این هیدرو معمولا شفاف یا نیمه شفافه و آبهای داخل آن با تکان دادن سنگ حرکت میکنن. هر عقیق آبدار منحصر به فرد است، مثل داشتن تکه‌ای از تاریخ در دستانتان. حالا من ازت میخوام تصور کن یک عقیق آبدار دستت باشه، قطره آبی که زمان دایناسورها رو به خودش دیده، بارونهایی که روی زمین اولیه باریده و حالا بعد میلیونها سال تو بهش نگاه میکنی. چی ازش میپرسی؟ چی بهت میگه؟ اگه فکر میکنی این سنگهای آبدار و این شگفتی طبیعت باید بیشتر شناخته بشه، لایک کن، سابسکرایب کن و بنویس برام کدوم بخش برات جالب تر بود. اگه دوست داری بدونی سنگهای مثل این هیدرو چطور دنیا رو تغییر دادن، منتظر ویدیوهای بعدی من باش. بدرود تا ویدیوی بعدی.